بازنشسته هستم، ارزم به کاری انجام نمیدم، بیکار هستم، الحمدلله دستم به دهنم میرسه، وضعم بد نیست، راضی هستم از خدای خودم و از زندگی خودم. دو تا دختر دارم، یکی دندون پزشکه، یکی مهندس ساختمانه، زندگی راحت و خوبی دارن، منم خیلی راحتم، از همسرم بسیار راضی هستم، زندگی شیرین و خوبی دارم، الحمدلله سلامت زندگی هممون، مشکلاتی هیچی نداره. من اون چی که هم کلاسی های من و هم دوره های من به من میگفتند، گویا از زمان طفولیت علاقه به نظام داشتم. من وقتی که تقریبا به نزدیک های گرفتن دیپلم رسیدم، اون موقع خودم احساس میکردم خیلی علاقه مند به نظام هستم. به همین دلیل دوست داشتم برم دانشگاه افسری. روزی روزگاری به نام روز 31 شهریور، از دفتر خودم در سایت تکاورم سوار ماشین شدم بیام برم در دفتر فرماندهی منطقه در پایگاه سبزآباد. تقریبا ساعت 3:19 هستش، خدمت تمام شده، بچه ها رفتن خونه هاشون. از ستاد گردان در سایت تکاورم خارج شدم بیام دفتر فرماندهی، اومدم پایگاه سبزآباد وارد شدم، رسیدیم پارک موتوری، راننده پارک کرد ماشین، من پیاده شدم که برم دفتر فرماندهی، یک دفعه قرش هواپیما بالا سر من حواسم رو جمع کرد. سرم بالا کردم، میگای روسی را دیدم. مال عراق بودن دیگه. یک کم جلوتر از پای ما یک منطقه خالی پارکینگ و تیربار رگبار زد و رفت. من رسیدم دفتر فرماندهی، سلام علیک و احوالپرسی، گفت خوب شد اومده، ماموریت برات صادر شده. گفتم چی هست؟ گفت گردان رو باید جمع کنی بری خرمشهر. مأموریت چیه؟ گفت دفاع از خرمشهر. گفتم همین؟ گفت برای دفاع از خرمشهر. بعد میخواستم ازش خداحافظی کنم برگردم، گفت خب شما بازنشست شده بودی، میری یا میمونی؟ گفتم نه، میمونم. گفت اگه بخوای بریم میتونی بری؟ گفتم نه، میمونم. من اگر بخوام برم حداقلش اینکه جواب زن بچه‌م هم نمیتونم بدم. به من خواهند گفت که 20 سال تو ارتش خوردی و خوابیدی و حقوق گرفتی، این همه مهمات مصرف کردی، این همه رفته دوره دیدی داخل خارج، برای همچه روزی که بری به جنگی از کشور دفاع کنی، حالا داری میری؟ گفتم جناب ناخدا، گردانم رو جمع میکنم، با همین گردان سالیان سال کار کردم، باز هم با همین ها میرم جبهه. من در خود خرمشهر 103 نفر شهید دارم. ناصر فراهانی یکی از اون جوونا بود، 13 مهر در یک عملیات شهید شد. این قبلا پاش تیر خورده بود، دور از چشم من رفته جبهه، من خودم اونور در جاده شلمچه درگیرم، این در یه جای دیگه رفته قاطی بچه خط مقدم درگیر. وقتی من بعد از دور اومدم گفتن شهید داره. کیه شهید؟ ناصر فراهانی. وقتی بالا سرش رسیدم باور بکنید اصلا نمیفهمیدم چیکار دارم میکنم، واقعا نمیفهمیدم. جلو پامو نمیدیدم، راه میرفتم جلو پامو نمیدیدم، معمولا راننده میومد دست منو میگرفت، اینقدر حواسم به هم میریخت. یکی اون بود، یکی دیگه داشتم به نام رضا مرادی، فرمانده تفنگای 106 بود، افسر بسیار ورزیده، بسیار خوب. به من بیسیم زدن که اینجا درگیری خیلی زیاده، اگه میتونی یه سری به ما بزن. رسیدم به جایی که دیدم جاده اهواز اینجوری بالاست دیگه، اینور اونور پایینه، شیب داره، دو تا 106 اونور گذاشته، دو تا 106 اینور گذاشته. به من گفت بشین بغل دست این دوتا، من برم اونور خیابون با اونا کمک بکنم. گفتم رضا تو همینجا باش، من میرم سراغ اونا. گفت نه نه، تو اینجا باش، اینا راهنمایی کردم، من میرم اونجا. این بلند شد از اینور خیابون بره اونور خیابون، درست وسط این جاده که بود داشت میبویدم، ترکش اومد، این گردن از اینجا برداشت،
سر رفت، خون از اینجا داره میره بالا، جلو چشم من این آدم داره میدوه، خون داره فواره میزنه از شارک، داره میدوه. چند قدمی دوید افتاد، بلافاصله دویدم بالا سرش، دویدم بالا سرش، دیدم این مرغ که سرش به بروی رها کنه، دست پا داره میزنه. بغلش کردم، محکم نگرش داشتم، هم خودم پر خون شدم، هیکلم هم خودش. خب شما وضعیت یک، حتی بگم اصلا فرماندهش هم نبودم، یک همرزم رو ببین، جوونه به این رهنایی رو داره، فرماندهی به این شجاعی رو داره، از دست داره میده در این وضعیت دلخراشی که براش به وجود اومده، خون از همه جا داره میریزه، سر به تن نیست، چجوری من باید باشم؟ چه نوع اعصابی من باید داشته باشم؟ تیراهن نمره 18 20 24، چند این وضعیت های دلخراشی که اینجوری به وجود میاد واقعا کشنده است. من وقتی از جبهه اومدم، شب که میخوابیدم تا صبح مطمئن بودم که حالا خودم، که من حالا خودم بیدار نمیشدم، که خانمم چند بار من بیدار میکرد، دائم درگیر بودم با جبهه، تمام شب درگیر بودم با جبهه. یک بار حتی من همینجور داد میزدم درگیر بودم، میاد من بیدار بکنه، من دست میذارم گردنش رو میگیرم، میگفت داشتی من خفه میکردی، مثلا فکر میکنم مثلا دشمن گرفتم من، میگفت به زور از دستت فرار کردم. دیگه سری بعد وقتی این وضع برای من پیش میومد، نمیومد من بیدار بکنه، اونجا دم در وای میستاد، اونجا داد میزد، هوشنگ هوشنگ من بیدار میکرد. فرمانده بندر امام با بیسیم به من خبر داد که یه سری باید بیای بندر امام. ما بلند شدیم سوار شدیم رفتیم بندر امام، و رفتیم دفتر ایشون، ناخدا سیفی مهر بود. به من گفتش که تلفن افیکس اونجا هست، اول یه زنگی بزن به تهران با خانمت یه صحبتی بکن، بعد اون وقت بیا. گفتم خیلی خوب. حالا من از جریان بی خبر بودم، یه درازداری داشتم به نام هوشنگ صمدی، دنباله اسم موقر، دنباله اسم من کلخورانی دیگه، ما دنباله رو من نمی نوشتم دیگه. هوشنگ صمدی شهید تکاور فرستاده شد به تهران، در تهران در بنیاد شهید نیروی دریایی ثبت نام میشه و اسمش میره دو بنیاد شهید. اون زمان خانواده شهید بعد از شهادت هر شهیدی خانواده‌شو احضار میکردن برای دفتر امام میرفت، برای پابوس دستبوس امام. نامه میاد برای خانم من که شما آماده شین با بچه‌ها برای دیدار امام، حالا تو دلش چی هست ما نمیدونیم. تا من 27 وقتی اومدم تلفن رو گرفتم، گوشی رو برداشت، سلام علیک کردم، صدای من شناخت، زد زیر گریه. اون در اینجا داره گریه میکنه، من در اونجا دارم گریه میکنم. چی شده؟ چرا اینجوری؟ من هنوز خودم خبر ندارم. چی شده؟ گفت آره همچی جرا نیست. گفتم خب من که هنوز زنده ام که دارم باهات حرف میزنم. من که دارم میبینه دارم باهات حرف میزنم دیگه. هنوز هم که هنوزه، به قول معروف این هنوز باور نمیکنه منم دارم حرف میزنم اینا. نمیتونم به قول معروف تجسم کنم که این در این وضعیت حال و وضعش چجوریه، اعصابش در چه وضعیه، حالش در چه وضعیه، فکرش در چه نوع هستش. اصلا همینقدر میخوام بگم که خانواده ها اینقدر در وضعیت رزمندگان مؤثر بودن که حد حساب نداشت. من میخوام به نحو احسن بگم که به نظر خود من 50-50 مادر رزم با زنامون شریک هستیم. جریان غلام قالندی رو به شما گفتم، فکر کنم بیسیمچی من بود، ایشون بیسیمچی من بود، من بیسیمم رو ماشین سواره، ایشون هم بیسیمچیه، یه بیسیم رو کولشه، یه بیسیم رو ماشینه. من دارم با تلفن با واحدهای در خط صحبت میکنم با بیسیم، اینم بغل دست من واسه اینجا. یه دفعه بگشتم دیدم این داره هی به خودش میپیچه این پشت، یه خود نگاه کردم یه دست اونجا افتاده، از اینجا به پایین افتاده اونجا. گفتم قلم تو داره چی کار میکنی؟ گفت هیچی، تو کارت بکن. دیدم این دستش اینجوری، دست راستش هم بود، دیدم اینجوری گرفته هی داره به خودش میپیچه ولی خون ازش داره میاد. قلم تو دستت قطع شده. گفت تو کارت بکن، تو چی کار داره به من؟ من طوریم نیست. میگم پسر تو دستت قطع شده. میگه تو کارت بکن، تو به من چی کار داری؟ من خودم میبینم دستم قطع شده، نمیتونم تو رو تنها بذارم اینجا، من بی سیم چیه تو هم. به هزار مکافات فرستادمش، رفته بیمارستان بندر امام. شب رفتم بالا سرش، دیدم خوابیده، دستش از اینجا عمل کردن دیگه، قطع کردن، کامل قطع شده بود دیگه، پانسمان کردن، آویزان کردنش.
میگم چی شد؟ میگه هیچی، دستم بستن، هیچی نیست. من ببر از اینجا. من کجا ببرم تو رو؟ من ببر پیش خودت، من نمیخوام دیگه بمونم. میگم تو میدونی اینجا چه خبره؟ میگه هر چی هست طوری نیست. من ببر با خودت، تنهایی تو بیسیمچی نداری. گفتم بیسیمچی دارم، بیسیمچی جدید آوردم، بیسیمچی دارم، نگران نباش. نه گریو داره که منو ببر. یکی دو تا هم نیست اینجوری. خیلی ها هستن. یکی پاشه از دست داده، یکی دستشه، یکی گردنش از سر به طور کل رفته، یکی کمرش اونچنون قطع شده اصلا دولا شده، یعنی دو تیکه شده. اینا رو من چجوری باید فراموش کنم؟ اسکورت داشتم به نام محمد سنگلی. من یه دفعه پشترم بود دیگه، یکی گفت آخ، برگشتم دیدم داره میره، همینجوری داره میره، دست انسان به کمرش، اصلا دیدم کمر آویزونه، از اینجا به پایین جداست، رو هوا رفته. فقط یه بار چشم باز کرد من نگاه کرد، بس. درست یک متر و نیم، دو متری من. خب ببین این چی اثر رو من اثر گذاشت. گفتم بچه‌ها هر چی مهمات 106 و 120 میلی متری هست بریزیم پای قبضه. تا ساعت 12 یک شب باور بکن بندر فا و عراق رو ما به آتش کشیدیم. ببینید 34 روز خرمشهر برای ما خیلی مهم بود، چرا که طرحی که برای عراق تهیه کرده بودن پشتیباناناش از جمله آمریکا این بود که خرمشهر رو در یک روز اول باید بگیره. در سه روز اول خوزستان را جدا میکنه، روز هفتم میاد در تهران میدان آزادی برای مصاحبه رادیو تلویزیونی. خب 34 روز ما مقاومت کردیم در خرمشهر، واقعا کار بسیار مشکلی بود. یعنی میخوام بگم با سلاح‌های سبک انفرادی و کمترین امکانات در مقابل بزرگترین و مجهزترین لشکرهای زرهی و مکانیزه عراق ایستادیم. کیا ایستادیم؟ همه رزمندگان مدافعین خرمشهر. این 34 روز برای عراق بسیار سنگین بود دیگه، نمیخواست این همه طول بکشه. اینا تکاوران اطرافشون هم نیروهای مردمی، نیروهای نظامی دیگری که در اونجا بودن، سپاه، بسیج، اینا. اون چی که برای ما در این 34 روز خیلی مهم بود همین مقاومت 34 روزه و این نگهداری شهر با چنگ و دندان. یک نامه من دارم از فرمانده عملیات نیروی دریایی، نیروی رزمی 421، به تهران نوشته، به فرمانده نیروی دریایی: به مقامات مملکتی برسانید که با تفنگ ژ3 در مقابل تانک نمیشه جنگید. تکاوران نیروی دریایی در حال حاضر همین کار را انجام میدن. اینها از جان مایه میگذارن. اینا در 34 روز حماسه ای آفریدن که دشمن سالیان سال و تمام دنیا هست فراموش نخواهد کرد. به ما دستور اومد روز سوم آبان 59 که آقا از ساحل غربی رود کارون تغییر موضع بدید به ساحل شرقی رود کارون. این فرمان با توسط من به واحدهای مدافع خرمشهر ابلاغ میشد. اینجا اون چی که فلسفه خیلی سنگینی داره ابلاغ این فرمان به رزمندگانه. چه تکاوران، چه سپاه، چه نیروی مردمی، همه و همه، هر نیرویی که اونجا هست، ما اسمشو گذاشتیم نیروهای مدافع خرمشهر. حالا بیا این فرمان را ابلاغ کن و این زیردست، این فرمانده زیردست از من قبول بکنه اینو. از 5:30 بعد از ظهر تا 12 شب صحبت کردم، نتونستم فرماندهان را قانع بکنم. افسرای خود من که تا اون زمان با من حتی بلندم صحبت نکرده بودن، یکی به من پرخاش کرد: ناخدا برای چی ما عقب نشینی بکنیم؟ اگر میخواستی عقب نشینی بکنی چرا اول اومدی اصلا به جنگی اینجا؟ همون روز اول عقب نشینی میکردی. 34 روز ما داریم میجنگیم، حالا عقب نشینی بکنیم برای چی؟ کمک چی شد؟ چرا کمک برای ما نرسیده؟ خب وقتی این افسر با من اینجوری برخورد کرد، بغل دستیش فرمانده سپاه هم همین کارو میکنه، نیروی مردمی هم همین کارو میکنه، اون واحد بغل دستی، اون همجوار، اون یکی، اون یکی، من دیدم وضعیت خیلی بده. به هر کدوم از اینا حرف میزنم پرخاش. نهایت اگر خیلی به من احترام قائل بشن میره یه گوشه میشینه، همینجوری زانوی غم بغل میگیره و میشینه و در فکر. نهایت هم مجبور شدم، گفتم من بیسیم روشن میکنم، با فرمانده تماس میگیرم، خودتون گوش کنین. همین کارو کردم، بیسیم روشن کردم، صداش یکم بلند کردم، گفتم باستون دور بیسیم. فرمانده از اون ور گفت آقا دستور نظامی است، تا حالا میگفتیم بجنگید،
حالا میگیم تغییر موضع بدید. صلاح در این است که بیاید این ور. نهایتا وقتی ما بررسی کردیم دیدیم به این نتیجه رسیدند فرماندهان بالا که اگر ما اونجا بمونیم نیروهامون رو از دست خواهیم داد. ولی فرمانده وقتی این صحبت کرد قانعشون کرد که آقا باید عقب نشینی بکنیم. یه دستور برینه و ما عقب نشینی کردیم. این آخرین حرکتی که ما میکردیم از این بر رودخونه به اون بر رودخونه، این وضعیت باید کوتاه تشریح میکنم. همه سرها به عقب بود به سمت خرمشهر. بدون استثنا میتونم بگم 99% گریه میکردن. اگر اونایی هم گریه نمیکردن در درون گریه میکردن. همه چشمشون به خرمشهر بود. تکاورم وقتی در اون بر پیاده شدن برای سنگرکنی، صحبتشون با خودشون این بود که عهد میبندیم تا زمانی که خرمشهر را آزاد نکردیم از این منطقه خارج نشیم. دعاشون بود خدایا موقعیتی به ما عطا کن این عهدمون رو بهش وفا کنیم. روز دوم خرداد 61 دشمن در خرمشهر محاصره شده، 3 قرارگاه از بالا دارن حمله میکنن. نیرو دریایی با گردانهای تفنگداران و گردانهای تکاوران جناح چپ این نیروها رو گرفته در شمال آبادان خرمشهر، داریم میریم برای آزادی خرمشهر. سوم خرداد دیگه صبح زود ما تکاوری در ضلع شرقی رود کارون نداشتیم. یعنی رزمندگان مدافعین خرمشهر کلن همه وارد خرمشهر شدن. از همینجا شروع کردن به پاکسازی به سمت بندرگاه و راه آهن گمرک که برن در اونجا دیگه دشمن داره خالی میشه. 17,000 اسیر گرفته شد. 17,000 اسیر. قرارگاه های عمل کننده با تکاوران اومدن اینجا به هم رسیدن. از اینجا یک دسته جاده شلمکرات گرفتن تا شلمچ. بعد از در ساده ترمان 6.5-7 نودا نهد که گروه بود دیگه. رسیدن کجا؟ شلمچه، مرز بین الملل. همه نیروهای عراق هم عقب نشینی کردن، از مرز رفتن بیرون. خرمشهر آزاد شد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. در همه جای ایران تنین انداخت. وضعیتی در اینجا برای این نیروهای ما که وارد خرمشهر شده بودم بود دقیقا برعکس اون زمانی که تخلیه میکردن. اون موقع چشما همه اشکالود غصه‌دار، حالا همه گریان ولی از شادی. زمین میبوسن، همدیگر میبوسن، خدا را شکر میکنن، نماز به جا میارن. خدایا این توفیق را به ما دادید، ما به عهدمون وفا کنیم. اومدیم خرمشهر رو آزاد کرد. این رو هم بهتون بگم، صدام وقتی که خرمشهر رو در سوم یا چهارم چیزه آبان تصرف کرد، 36 گردان کماندو آورد در خرمشهر. یعنی خرمشهر رو اونچنون سنگربندی کرد، توپخانه آورد، نمیدونم تانک در پشت گذاشت، نفر 36 گردان کماندو آورد مستقر کرد اونجا. بعد گفتش که ایران دیگه نمیتونه خرمشهر رو آزاد کنه. حتی این حرف گفته بود اگر ایرانی ها توانستند خرمشهر رو آزاد کنند من کلید بصره رو بهشون میدم. ولی این سگ مرده بدهکار به ما رفت، کلید به ما نداده. حالا کی میخواد بده من نمیدونم.